تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن و وحی و مائده آسمانی آیه به آیه تفسیرش رو آشنا میشیم. هر آیه چند دقیقه به جزء 13 رسیدیم از اول قرآن. الان سوره ابراهیم علیه السلام و آیه 7 بشنوید آیه رو. و اذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم این عذابی لشدید. باز میگه و اذ یعنی یادت بیاشه، یاد آور. چه تأذن ربكم یعنی خداوند اعلام کرد. گفت چی؟ گفت لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کنید شما رو زیاد میکنم. و لئن کفرتم، اما اگر کفر بورزید، کفران کنید، نه که نعمتون زیاد نمی کنم، نه که نعمتون می گیرم بالاتر، ان عذابی لشدید. نمیگه اگر شکر کنید نعمت زیاد می کنم، اگر شکر نکنید نعمت کم می کنم. نمیگه اگر شکر کنید نعمت زیاد می کنم، شکر نکنید نعمتو می گیرم. میگه اگر شکر کنید نعمت زیاد می کنم، اگر کفران کنید عذابه. نه یعنی نعمتو میگیرم، عذابم میکنم. خب این آیه مهمترین و صریح‌ترین آیه درباره شکره. لحنم لحن خاصیه. تأذن ربکم یعنی اعلام میکنم، من به شما اعلام میکنم. این لحن تو قرآن بسیار نادره که خدا یه چیزی که میگه میگه توجه به شما اعلام میکنم. تأذن ربکم، تأذن از اذان یعنی رسما اعلام میکنم، با صدای بلند اعلام میکنم. لئن، این لام لئن قبلش والله مقدره، یعنی به خدا قسم اگر شکر کنید. لئن شکرتم لازیدن نکن. لئن دو مرتبه گفته لئن شکرتم، نمیگه ازیدن نکن، میگه لئن، هر دو لا. لئن شکرتم لازیدن نکن. لا لا، لام مفتوحه دلیل بر تأکیده. قطعا اگر شکر کنید قطعا منم زیاد کنم. نمیگه لعزیدکم، میگه لعزیدنکم. نون مشدد، نونی که تشدید داره من تأکیده. چقدر آیه بار داره. از یادت باشه، تأذن با صدای بلند اعلام میکنم، والله قسم لعن، اگر شکر کنید لع، باز یعنی والله قسم، زیاد میکنم لعزیدنکم. خب این آیه بعد از آیه، چون آیه آیه 7 سوره ابراهیم، در آیه 6 داریم انجاکم من آل فرعون، شما را از شر فرعون نجات دادم. حالا میگه شکر کنید. این که شکر کنید نعمتون زیاد میکنم بعد از نعمت آزادیه، یعنی این کسانی که گرفتار بودید حالا که شما آزاد شدید اگر شکر کنید این نعمت آزادی و استقلال را، روز به روز چهرتون رو، جمالتون و عزتتون رو بیشتر میکنن. به ذهن میاد که ای آیه لعن شکرتم لعزیدن نکن، بعد از این که بعد از آیه 6 و آیه 6 میگه یادتون نره شما اسیر فرعون بودید نجات دادم، یعنی بعد از این که نعمت نجات، رهبری حق حضرت موسی، نجات از فرعون پیداست، بالاترین نعمت نجات از طاغوت و رهبری حقه، بعد میگه اگر شکر کنید، یعنی اگر این دو تا نعمت رو توجه داشتید، رهبر حق، آزادی و استقلال، این نعمت‌ها رو اگر شکر کنید روز به روز جلوتون رو بیشتر میکنم. خب این لعزیدن نکن، نمیگه لعزیدن نعمت کن. آخه شاعر میگه که شکر نعمت نعمتت افزون کند، نمیگه لئن شکرتم لعزیدن نعمت کن، میگه لعزیدن نکن، خودت بزرگ میشی. چون خود انسان گاهی وقتا نعمت زیاده، آدم کوچیکه، یعنی نفس زیاده، قیف تنگه. لعزیدن کن، روحت بزرگ میشه، خودت بزرگ میشه. اگر شکر کنید تو، مثلا ببینید یه بچه که تنهایی را میره، اگر درخونه کسی رو بزنه یا در روش وا نمیکنن یا محلش نمیزنن یا یه آدم سش میدن، اما اگر این بچه دستش رو دست باباش رفت مهمونی، هر پدری از پدرش میکنن ادی بچه‌ام میکنن. یعنی بچه وقتی دستش دست باباش گذاشت بزرگ میشه، یعنی برخورد بزرگ باش میکنن. اگر تو دست خدا گذاشتی، خدایی شدید، خودت بزرگ میشی.
من وقتی با خدا حرف میزنم خودم بزرگ میشم. خدا نیاز به این نداره که من لبم رو تکو بدم یا کمرم رو تکو بدم. وقتی من میگم ایاک نعبد، فقط بنده تو هم، نه بنده شرق نه بنده غرب، ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخوام. خب این خودم بزرگ میشم، یعنی با بی‌نهایت دارم حرف میزنم. لئن شکرتم لازیدنکم، نه این که لازیدن نعمتکم. ولی خب بالاخره شکرم چه رقم داریم؟ شکر قلبی که ادام بدون اینا از خداست. یا وقت نگید مدرک دارم، زرنگم، زبونه، از کنم این حرفا رو از خودتون نگید. هیچ کس نعمتها رو از خودش ندونه. لازیدن نکم، نعمتها رو از خدا بدونید. زیرکی و علم و عقل و تلاش و اینا رو بدش کن، بی اثر نی. ولی لازیدن، خیلی از شما عاقل‌تر، خیلی از ما عاقل‌تر، باسوادتر، زرنگ‌تر، پرتلاشتر هم هستن، هرچی میدونن به جایی نمیرسن. نعمت ها رو از خدا بدونید. شکر قلبی نعمت ها رو از خدا بدونم. شکر زبانی بگم الحمدلله رب العالمین. شکر عملی این نعمت هایی که خود در راهش مصرف کنم. شکر عملیه. امام صادق فرمود شکر نعمت اینه که گناه نکنیم. شکر نعمت اینه که هرچی خدا مدد راضی باشیم. از نعمت های خدا را وسیله گناه قرار ندیم. البته ما نمیتونیم شکر کنیم. یه بار خداوند به موسی گفت شکری انجام بده که در شأن باشه، یعنی حق شکر انجام بده. موسی گفت من حق شکر تو را انجام بدم؟ نمیتونم. گفت همینه، حق شکر که بگوی نمیتونم. همی گفتی نمیتونم، این حق شکره. چون ما هر وقت هم میگیم الحمدلله به خاطری که خدا توفیق داد گفتیم الحمدلله، یا با دیگه با دیگه الحمدلله، یعنی الحمدلله که توفیق بده کردیم گفتیم الحمدلله. پس هر شکری باز یه شکر دیگه تولید میشه، یعنی بیخ نداره. میگه نمیخوای بگی الحمدلله؟ خب همین که توجه پیدا کردی به نعمتها و توجه پیدا کردی به خالق نعمتها و توفیق پیدا کردی گفتی الحمدلله، پس همین الحمدلله هم یه الحمدلله میخواد. ما نمیتونیم. سعدی قشنگ گفته، گفته بنده همون به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. این شکر نعمت هاست. خب روایاتی داریم که اگر کسی از مردم تشکر نکند انگار از خدا هم تشکر نکرده. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این هم هست که باید از مردم هم تشکر کنی. حالا پس سنت خدا بر این است که شکر را وسیله زیادی قرار داده و این سنت را قاطعانه اعلام کرده، تأذن رب بکن. خدا برای تربیت ما شکر را لازم گرده، میگه که لئن شکر استعذن ربکم لئن شکرتم، نگفته تعذن الله ربکم، یعنی اونی که خدایی که میخواد شما رو تربیت کنه گفته شکر کنید. یعنی شکر باعث تربیت ما هم هست. ما وقتی لباس میشوریم ما فکر میکنیم داریم لباس میشوریم، بله هدف اون که لباس پاک بشه، اما دست خودمون هم پاک بشه. یعنی زمینی که لباس ما وقتی شکر میکنیم خودمون روش پیدا میکنیم. ربکم یعنی خودمون، اون که مربی ما به ما گفته چون من مربی تو هستم میخوام تو رو رشد بدم، راه رشد تو اینه که خدا رو شکر کنی. یعنی شکر تو از خدا راهیست برای که خودت هم رشد کنی. کیفر کفران نعمت هم اینه که نعمت رو بگیره. اصلا اون نعمت ممکنه سلبم نشه، ولی این نعمت به صورت نقمت میشه. لئن کفرتم ان عذابی، کفران کنی، نمیگه کفران کنی نعمت رو میگیرم، میگه کفران کنی عذابه، یعنی این نعمت تبدیل میشه به نقمت، یعنی در راه کج مصرف میکنی که نتیجهش کفرانه. خدایا ما هم همیتو برای هر نعمتی ای توی که عرض میکنم اگر شکر کنیم شاید خوب باشه. چون ما شکرم که میکنیم مثلا میگیم 100,000 بار شد. 100,000 تا چه؟ یعنی یه مشین، شما یه مشین برداری میشه 100,000 تا، چی چی دینه که 100,000 مرتبه که من از دختر امام حسین یاد گیریم. در کوفه و شام اسیرش کردن، گفتن وقت چجوره؟ فرمود الحمدلله عدد الرمل والحساب، به عدد دونه های شن الحمدلله.
ما تازه خوب خوبامون پیرزنا و پیرمردامو میگن صد هزار بار شو، صد هزار بار یعنی خدای بنده یه مشن شکر زشته. این تقیمه شکر کنیم بگیم خدایا به عدد هر اتم، به عدد هر سلول، به عدد هر نفس، به عدد هر مو، به عدد هر کار حقی که شده، برای هر کار حقی که شده از من و از هر موجودی، برای هر یکیش در هر آن به عدد اون چه برو علم داری، الحمدلله الحمدلله به عدد اون چه برو علم داری، الحمدلله به عدد هر موجود، الحمدلله به عدد هر سلول و اتم، به عدد هر ذره، الحمدلله به عدد هر قطره برف و باران و برگ درخت. و آخرش هم میگیم خدای ما نمیتونیم شکر کنیم، خدای ما رو از شاکرین و از صابرین قرار بده. خب آیه 7 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.